خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، انشالله که خوب و خوش و خرم و سلامت و تندرست هستید. من ارادتمند شما هستم، ستار ددار از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو، از به ایریا سلیکومری و طریق شبکه جهانی تلویزیون ملی پاکس در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و نازنین گرامی هستم. آخرین خبرها در مورد دزدی های سرکردگان جمهوری اسلامی یه تازه ایه. خیلی خیلی تازه است. خب اگر خاطرتون باشه، خب حالا بودجه مملکت رو افبل میکنم، فقط 32 تا سازمان تشکیلات هست که فقط در مورد مسائل مذهبی بودجه میگیرند و خودتون میدونید که مملکت همش پول و بودجهاش دست آخونده و دست سپاهی، البته سپاهی هم که همه آخوندن، یا دست مجلسی هست، مجلسی ها همه آخوند و سپاهی هستن، یعنی کل مملکت. خب این سپاهی هم در واقع یه نوع آخوند هستن، آخوند هایی هستن که سوادشون احتمالا از آخوندهای معمولی بیشتره. اونا میرن نمیدونم فقط مدارک حوزه های به قول خودشون علمیه. خب این سپاهی ها بالاخره یه چیزهای نظامی هم یاد میگیرن، هم همون دوره های آخونده رو میگذرونن، همین که بالاخره تخصصی دارن تو کار نظامیگری، و همینا این دو قش تو مجلس هستن، و بعد همینا تمام مملکت، دستگاه مملکت رو میچرخونن، از تلویزیون، وزارتخونه‌های مختلف. خلاصه ریشه این باید آخوند باشید، حالا لباست فرق میکنه. بعد البته حرکت هایی که اونجا توی استودیو ما داره میشه یه مقدار حواس رو پرت میکنه. این من فکر کنم آقای رجب میشه داست دوربینشون رو خاموش کنن. آره حضور سرکار هست شاید که بله شد یه چیزی. حالا قرار آقای رجب میشه دنبال برنامه باشن با من، خوشحال میشیم مثل هر چهارشنبه که مهمان برنامه من هستن و یه ذره زود اومدن شده دوربین. حالا بگذاریم. خب مملکت دست ایناست، به چاپ به چاپ هم دست ایناست، از سرامه اشترمس این چیزی که من میخوام توضیح بدم یه چیز تازه ای باشه یا تازگی داشته باشه، نه این همه کهنه است. اما اون چیز که تازگی داره اینه که خب قرار شده که تمام مایملک دولت رو بفروشن. حالا مایملک دولت چیه؟ این کارخونه است، اون ساختمان، اون محصول، اینا رو همه میفروشن به یکی، به خودشون میفروشن اصلا فکر با یک صدام قیمت مثلا هفت شکل نشکر هفت تپه رو وقتی آدم میشنوه من میخونه اصلا شاخ در نه مفت دادن، تازه اون پول مفت هم این طرف نداده. خب این برنامه دولته، همیشه برنامه حکومت آخونده اینه که جنسا رو که مال مثلا دولت مال مملکته میفروشن به خودشون با قیمت ارزی. حالا یه اتفاق تازه اینه که زندان ها، خب مثلا فکر کنید که زندان قصر تهران، من یادم مثلا زندان قصر تهران اون موقع ها مثلا 50 سال پیش 60 سال پیش اون گوشه از تهران بود، محلی ایز جالبی هم نبود. خب الان چی شده؟ حالا افتاده نمیده تو نافه حتما دیگه، اینجوری که من میشنوم با من 4-5 سالی که نیستم و اینکه اینطور که میشنوم افتاده تو نافه مثلا تهران، حتی نافه هم یه ذره پایین تر افتاده. حالا مثلا زندانهای مختلف اینجوری شده، زمینشون مرغوب شده. باز شده مثلا زندان گوهردشت، قزلحصار، نمیدونم زندان فلان کرج افتاده تو قلب یه جای بسیار 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 از نظر ملکی ارزشمند. حالا ما میخواد زندانه رو خرابش کنن،
زندانیان کرج رو میخوام، زندانی ها رو دارن میبرن بیرون، میشه پونن جای دیگه، حتی بهشون وقت نمیدن که چیزاشون جمع بکنن. و استاندار استان البرز میاد میگه آقا ما میخوام، گفتیم که دیگه ما این زندان شهرمون مناسب جاش مناسب نیست و باید که جا به جا بشه. جا به جایش فقط برای اینه میبرن. اما زندانی خوب به اندازه کافی هیچ وقت تو ایران در زمان آخوندا زندان جا نداشته، تا سختش همیشه پر بوده. حالا باز این بدبخت ها رو میچپونن تو هم بیگه زمین، در واقع زندان رو میخوان بفروشن. من به تو قول میدم قرارست میشه زندان نوسازی بشه، نه، زمینه شده طلا و اینو میفروشن. به کی میفروشن؟ به خودشون. با چه قیمتی؟ مفت. بعد اونایی که خریدن از خودشون هم شروع میکنن اون کاری که دلشون حتما ساختمون سازی میکنن. یه نمیدونم یه تومن بگم خوبه؟ چون موقع ما گفتیم یه قرون دهشه، حالا که دیگه این صحبت ها نیست. یه تومن هم نه، اون یه تومن زمان ما که ده تی یه قرونی میشد یه تومن، مثلا یه تومن الان میگه 100,000 تومن میشه یه تومن، یا 10,000 تومن، نمیدونم. به هر حال یه تومن دیگه اون یه تومن ما نیست. یه تومن میفروشن، طرف میخره از دولت مثلا و 1,000,000 تومن میفروشه. این پلن جدید، نقشه جدید جمهوری اسلامیه برای چپاول. حالا دارن زندان ها رو که در گذشته بوده و جاهای نامناسب بوده، حالا جاهای نامناسب شده جاهای مناسب، جاهای عیونی. و حالا دوزی ها اینجوری ادامه داره. همه جور شما فکر بکنید اینا هفت خط هن. هفت خط به تمام معنا هستن. هنوز زندانه رو که می... حالا بالاخره باید یه زندانی جدید بسازید که اینه خرابش کنید یا بفروشیدش. که اصلا صحبت این که چجوری زندان جدیدی میسازن که این همه زندانی اونجا منتقل شه، صحبتش نیست. زندانی رو منتقل کردن، رو هم دیگه سوارشون کردن که هر چه زودتر به پوله برسن. مملکت اون داغداره. ببینید خانم آقایان، یکی از دوستان من یه نامه تو همین فیسبوک و اینا یه پیام برای من گذاشت، گفت منو حلال کن در ایران زندگی. من تعجب کردم، گفتم که چی شده؟ من اتفاقی افتاد تو رو حلال کنم؟ گفتش که دیگه خستم. گفتم خب چی شده به من بگو. گفت تو راه دوری. گفتم خیلی خب، حالا حداقل بگو چی شده که از من حلال خواهی میکنی. گفت من بیماری آس دارم. این دوستمون در قبلن در تلویزیون کار میکرد و این اسپری آس تو ایران پیدا نمیشه. یکیش هست، یه نوعش هست، ساخت خود ایران اصلا کار نمی کنه و من همین روزا می میرم. و من اصلا مونده بودم، یعنی توی این مملکت گل بلبل اسپری آس پیدا نمیشه؟ میگه ایرانیش خوب نیست، از بشه چینی یا هندیشو پیدا کرد. چینی و هندی ارجعیت داره به داروی ایرانی. تازه مثلا داروی چینی و هندی رو مثلا تو آمریکا از راه نمیدن. خب آدم متعجب میشه، پیش خودم میگم آه خوشبخت ما که تو ایران زندگی نمی کنیم. روزی که ما اومدیم با اشک و گریه و ناله و بدبختی اومدیم که چرا باز بیاییم، بیاییم مثلا آمریکا یا نیاییم. حالا بعد از انقلاب، خب دور دست من نگاه میکردم، مثلا که چون اولی فرزندم هم دختر بود و شرایط روزهای اول انقلاب دوستم اول میدیدم،
خب داره قضیه عوض میشه و من دختر دارم و توی مملکت داره یواش ارزش زن و دختر از بین میره. همون موقع من متوجه شدم. ماه دومی که یا سومی که برگشته بودم از آمریکا ایران، دیدم که نه، این محیط دیگه اون محیط نیست. اگر ازدواج نکرده بودم، اگر بچه دار نشده بودم و اگر بچه‌م دختر نبود شاد میموندم. ولی نگاه کردم نه، اینجا جامعه به مسیر از طرف آخوندها هل داده میشه که زن میشه اسباب خونه. و اگر من بمونم و دختر من بزرگ شه، من در حقش ظلم کردم. گفتم جهنم، من خودم فدا میکنم برای بچه‌م. و تصمیم گرفتم از مملکت بیام بیرون. چه دیدم نه، چه تصمیم درستی بود. اون موقع تا من به این بدی نمیدیدم، به این بدی رسیده که حالا دختر همون دوستم برای من مسیج میذاره، بعد خود دوستم که این دیگه نمیتونه، میخواد خدافزی کنه با تو. خب این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه به من بگید که ساده ترین داروی زمانه این اسپراهای آسمه که میزنن نفس باز بشه. آخه چجوریه ما میگیم که میخوام با آمریکا بجنگیم؟ این وزیر من فرمانده استعفا میگه آمریکا دیگه میدونی که ما بزنیم زدیم. خب تو زدی چی رو زدی؟ تو برو یک اول اسپری بزن به بیمارات، بعد برو آمریکا رو بزن. تو اگه تونستی یه اسپری در حد اسپری هندیا درست کنی، در حد اسپری چینیا درست کنی، بعد برو آمریکا رو بزن. که تازه این چینی و هندی جای پای تو دواخونه های آمریکا نداره. صحبت ضریب 1 به 1000 اصلا اجازه ورود نداره، در حالی که مردم ایران در آرزوی داشتن یک قرص نمیدونم سردرد چینی و هندی هستن و اسپریش اصلا پیدا نمیشه تو مملکت. نفکر کنید که تنها اون دوست من، اون آقای دوست من یا دختر دوست من به من گفتن که پیدا نمیشه و من تحقیق نکردم. نه تحقیق کردم، تحقیقم دیم نه راست میگه، راست میگه نیست، هندی و چینیش هم نیست. همون دوستان من در ایران به من گفتن که آره اسپری ایرانی هست ولی که کیفیتش خیلی بده، افتضاحه. خب اینا رو درست کنید. همش صحبت دزدی و زدن آمریکا و سر مردم گرم کردن. این آمریکای جهانخوار که من توش نشستم، اینا اگه بخوان به 48 ساعت نمیکشه که شما نابودید. اینا شما رو آوردن، اینا نگرتون داشتن، پارت پورت میکنید مثل که با پشت کو اومدی. داره اجازه بهتون میدن تا یه ذره بگه آقای سلیمانی نبود، قاسم سلیمانی گفت این قمارباز، این ترامپ قمارباز حرکت بکنه ما میزنیم تو دهنش. خب دیدی چی کارش کرد همین آمریکا؟ دید نه این داره زیادی حرف میزنه. بایی نگاه آقای ترامپ قمارباز، چقدر طول کشید که آقای ترامپ جوابش داد؟ همون قماربازه که درست میگه قاسم سلیمانی. خب اینجا قمار چیز بدی نیست از نظر اینا، کار زشتی نیست، بیزینس. حالا ترامپ قمارباز قبول داره، منم میگم نه آقای ترامپ حال ما رو بمبارون کنی. ولی که واقعا دارم میگم اینا میان بخوان که 48 ساعت شما رو دودتون کردن، نمیخوان منافعشون ایجاب نمی کنه که شما برید آقای آخون. حالا تا دوست داری رجز خونی بکن، حالا تا دوست داری نسخ بگیر. برحال مملکت ما اینه، از اون دارن باز میچاپن، از این اگه اسپری بابا جنگتون بزنن بابا دیگه آبروریزی تا این حد. آدم میگه خود تاسف میخورم، واقعا تاسف هم برای ملت. خب از این آقای حسن، آقای رجب نشاط در برنامه چهارشنبه گه به خدا این واسه دلدار حضور
محترمی دارن. پیام ها رو ببینیم، برمیگرده با حسن آقا هستی. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانم پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما، خانم آقای ایرانی هموطن بسیار بسیار عزیز گرامی. خب آقای رجب نژاد، حسن آقا تشریف دارن، خدمت ایشون عرض سلام دارم. و حسن برنامه حسن رجب نژاد آقا از آخر گفتم اینی که نمیذاره که آدم زیاد دلش به امروز خودش بسوزه و گریه کنه، میگه آقا اینا از اولم بودن، از اولم ملت ایران از دست اینا ستم و ظلم و دزدی و کلاهبرداری زیاد دیده، این چیزا عادیه، زیاد قصه نخورید ملت، این آخونده از اول سرنوشت شما دستشون بوده. این حسن این صحبت بیشتر یعنی حسنای زیادی داره، از جمله اینی که یه ذره آدمو دلداری میده. آقا رجب نژاد کجا رفتی آقا؟ سلام بر شما، سلام بر سلام بر بینندگان و همیهنان عزیز. عرض کنم آقای دلدار، شما چند تا نکته رو اشاره فرمودید. اولا من یکی از گفته‌های شما رو تصحیح کنم، 1,000,000 تومان در ایران، وقتی میگن 1 تومن یعنی 1,000,000 تومان، نه 100,000 تومان، نه 10,000. آره من نمیدونم، اولش گفتم بله. گفتم من نمیدونم یعنی چقدر. اونجا میگن 1 تومن یعنی 1,000,000 تومان وقتی ارزش گذاری میخوام بکنم. دوم اینکه در مورد زندان صحبت کردید، الان در همین حال حاضر در مشهد یک زندان بسیار بزرگی در حال ساختمان هست که گنجایش 10,000 زندانی رو داره. الحمدلله ما مملکتمون اون چی که فراوون هست زندان هست، و اگر زندان کافی نباشه خونه های امن و ورزشگاه ها و اینا هستش که زندونی نگه دارن. مسئله سوم در مورد این که میگید که این ملایان از اول دزدی میکردن، من هفته پیش گفتم که همین نمایندگان مجلس در سعادت آباد چند هزار متر زمین گرفتن که اونجا حسینیه شهدای مجلس بسازن و به جاش برج ساختن و برج رو فروختن و همشون سوپر میلیاردر شدن. این هفته پیش گفتیم. و اما در مورد قیمت داروها شما اشاره کردید، من با دوستی صحبت میکردم که متاسفانه به بیماری سرطان مبتلاست و من میگفته که هر آمپولی رو که برای شیمی درمانی میگیره 12,000,000 تومان پولشه. این 12,000,000 تومان برای مایی که 40 سال هست که از ایران بیرون اومدیم به نظر بسیار بسیار پول زیادی هست، ولی امروز 1 تومان یعنی 1,000,000 تومان. آه حالا شد 12,000,000 یعنی 12,000 تومانه $12,000 آن زمان. بله. و اما یک نکته دیگر هم اشاره کنم که سخنگوی، چون شما صحبت از زندان اینا کردید، سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور گفته است که هزینه نگهداری هر سارق هر دزدی در زندان ماهانه 25,000,000 تومان هست. خب همه ما میدونیم این رو دروغ میگه. چرا؟ برای اینکه اینا چنین پولی رو از بودجه کشور میگیرن ولی یک شاهیش رو برای زندانی ها خرج نمی کنن. اونایی که در زندان هستن میدونن که همه این هزینه های خورد و خوراک و هرچی که میخوان باید خودشون از جیبشون بدن. وقتی که آقای سخنگوی فرماندهی انتظامی چون این فرمایش رادی فرمود، زندانیانی که در زندان یعنی سارقینی که در زندان هستن به اعتراض بر اومدن و یه اعلامیه منتشر کردن، میگن که در این اعلامیه میگن که 10,000,000 تومان به خودمون بدید، هم دست از دزدی برمیداریم هم مانند دیگر سارقان از جمله امام دار و بی امام و پاسدار و سردار و زندانبان و قاضی القضات، ما مثل همینها میایم در نماز جمعه و هر نماز جماعتی که شما دارید شرکت میکنیم و به شما قول میدیم که ریش هم بگذاریم. این اعلامیه دزدان در این مملکت است. به هر حال مملکتی است که فعلا در دست دزدان هست تا ببینیم که چه سرنوشتی برای ما رقم خواهد خورد. و اما آقای دلدار برسیم به حرفای جدی امروزمون. امسال نه اینا هم جدی بود، چون شما
بله بله اینا هم... یعنی فاجعه آقای دلدار متاسفانه فاجعه اونقدر جرف هست، اونقدر عمیق هست که رویدادهایی مثل اینها برای ما چندان به نظر نمیاد. شما در دوره شاه وقتی میشنیدید یکی اعدام شد، این در یک جامعه یک سر و صدای بسیاری میکرد، مدتها مردم در مورد یک قاتلی رو که دار زده بودن صحبت میکرد، ولی الان اعدام ها و کشتار ها و شکنجه ها اونقدر هست که دیگه اون اهمیت خودش رو از دست داده. و برای مردم و برای همه ما وقتی میگیم امروز 13 نفر اینجا اعدام شدن، 15 نفر اونجا اعدام شدن، دیگه به صورت عادی در اومده. به هر حال بگذاریم، ما 117 سال پیش دست به انقلابی زدیم به نام انقلاب مشروطه که همین روزها سال روز 117 سالش هست. انقلابی بود که ملت ایران با جان فشانی های بسیار برای برقراری حکومت قانون و حاکمیت ملی به ثمر رسوند و یکی از اساسی ترین خواست های مردم عدالت خانه بود که از دست این ملایان خلاص بشن. 117 سال پیش ما به پیروزی رسیدیم، پدران ما به پیروزی رسیدند، ولی متاسفانه آقای دلدار دیری نمیپایه که هیچ یک از شاهان پس از مشروطه به استثنای احمد شاه قاجار به قانون اساسی موازین مردم سالاری وفادار نموندند و به سلطنت مشروطه متاسفانه گردن نذاشتند و حکومت استبداد فردی رو تداوم بخشیدند. اگر بخوایم به ریشیابی بروز این انقلاب بپردازیم، یعنی باید بفهمیم که چرا انقلاب صورت گرفت، باید نخست به تحولات اروپا پس از قرن 18 میلادی و پیدایش رنسانس در اروپا اشاره کنم که تأثیر بسیار بسیار عمیق و جدی در اروپا داشت، اما متاسفانه در درون حاکمیت ایران و در درون حاکمان ایران چندان اثری نداشت، اما جرقه و شعله رو ایجاد کرد و یک شعله رو برافروخت تا سرانجام تونست با اون همه جانفشانی ها به یک انقلاب ملی و دموکراتیک منتهی بشه. مسئله دومی که بانی و باعث چنین انقلابی بود، تغییرهای تاریخی ناشی از شکست ایران در جنگ با روسیه و انعقاد قراردادهای ننگین و شرم‌آوری مثل ترکمنچای، گلستان و آخا و دخالت دو دولت روسیه تزاری و انگلستان در کشور بود که بسترهای لازم رو فراهم کرد و زمینه‌های یک نهضت عمومی رو تدارک دید. حضور بیگانگان مثل روسها و عوامل انگلیسی در ایران و غارت منابع و ثروت ملی کشورمون چنان خشمی در میان توده‌های مردم برانگیخته بود که می‌بینید که گاه گاه این خشم رو به صورت شورش‌هایی در اینجا و آنجای کشور بروز می‌دادن. کما اینکه دیدید که در ماجرای تحریم تنباکو دولت رو به عقب نشینی و لغو آن قرارداد تنباکو واداشتن. نکته دیگر در مورد بروز انقلاب مشروطیت این هستش که تحت تاثیر دو انقلاب قرار گرفته بودیم، یکی انقلاب فرانسه و یکی انقلاب 1905 روسیه، که اندیشه مشروط خواهی رو در میان روشنفکران ما ایجاد کرد. در مورد انقلاب 1905 روسیه یه توضیح کوتاه بدم که این انقلاب که از ژانویه 1905 تا جولای 1907 ادامه داشت، موجی از نارامی‌های سیاسی رو در بخش‌های وسیعی از امپراتوری روسیه به وجود آورد که سبب میشه تزار
نیکولای دوم به تبدیل حکومت استبدادی روسیه به سلطنت مشروطه تن در بده. کشتار بسیاری از آزادی خواهان که در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در سن پترزبورگ شرکت کرده بودند سبب به اوج رفتن این نارامی ها میشه. در ژانویه 1905 چند هزار تن از کارگران اعتصابی روسیه یه عریضه رو میخوان برن به نیکولای دوم امپراتور بدن، در حالی که سرود میخواندن، یک اعتراض مسالمت آمیز کرده بودند و در سرودشان میگفتن که خداوند تزار را حفظ کند، برای دادن این عریضه به طرف کاخ آقای تزار رفتند و اونها خواستار بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد، کاهش ساعت کار به 8 ساعت و پایان دادن به جنگ روسیه و ژاپن بودند. ولی اینها رو به گلوله بستند. در منابع تاریخی اومده که 94 نفر کشته شدند، اما مخالفان در آن روز تعداد کشتگان رو بیش از 4000 نفر میدونستند. به هر حال این انقلاب در جایگزین کردن استبداد تزاری به یک حکومت دموکراتیک متاسفانه ناموفق بود. بسیاری از رهبران آن دستگیر و اعدام شدند و سرانجام انقلاب سوسیالیستی 1917 اومد و همه چیز رو زیر و زبر کرد. و اما علله، با ببینیم که چرا این انقلاب شکست خود، انقلابی که انقلاب مشروطیت ما که با آن همه جانفشانی ایجاد شده بود، پیروز شده بود، شکست خود. اولیش آقای دلدار ناهمخوانی و ناهمدلی بین نیروهای مشروط خواه بود. یعنی همین نیروهای مشروط خواه که چه پیش از استبداد صغیر و چه دوران استبداد صغیر اینا اونقدر جانفشانی کرده بودن در کنار هم برای آزادی و مردم سالاری، وقتی که انقلاب پیروز شد به دشمنان هم تبدیل میشن و میبینید که دو حزب دموکرات و اعتدالیون واقعا در دشمنی هیچ کوتاهی نکردن، تا اونجایی که آیت الله بهبهانی که از رهبران نخست انقلاب مشروطیت رو ترور کردن. مسئله دوم، اتحاد روسیه و انگلستان در مقابل خطر آلمان و تقسیم ایران در قرارداد 1907 و اشغال ایران در جنگ جهانی اول، این یه فکت بود. به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط ممدلی شاه و استقرار مجدد استبداد شاهی، قحطی فراگیری که در جریان جنگ اول جهانی در ایران در واقع نیمی از جمعیت ایران رو کشت، جنایات و خرابکاری های روس های تزاری در شمال و انگلیسی ها در جنوب، گرسنگی و بیماری و قحطی و مرگ و میر فراوان و مخصوصاً ناامنی و نبودن امنیت در کشور موجب شد که مردم از فکر مشروط خواهی بیرون بیایند و جامعه و بخشی از جامعه حتی این بلاها رو که بر سرشون میومد اینا رو میگفتن بلای مشروطه. یعنی همه این دردهایی رو که بر سرشون آوار میشد این رو بلای مشروطه میدونستن. مسئله سوم، نابکاری همین ملایان بود، از جمله شیخ فضل الله نوری که علم مشروع خواهی رو برافراشت و همه آزادی خواهان و مشروط طلبان رو بابی اعلام میکرد، خونشون رو مباح میدونست و میدونید که از مردم عوام هم طرفدارانی داشت و بسیار انسانها رو در همون دوران استبداد صغیر کشتند. و یک نکته بسیار مهمتر آقای دلدار این هستش که چه پیش از انقلاب مشروطه و چه پس از انقلاب مشروطه، این بسترهای فرهنگی لازم برای توضیح
مفاهیمی چون آزادی، دموکراسی، مجلس شورای ملی، انجمنهای محلی، این مفاهیم برای مردم واقعا ناآشنا بود. یعنی بسترهایی برای این وجود نداشت. و میبینید که وقتی انقلاب پیروز میشه، تنها در تهران 140 انجمن به ظاهر مشروطه‌خواه وجود داشتن که کارشان چوب لای چرخ گذاشتن دولت بود. و در میبینید که در دوران استبداد صغیر، وقتی که مجلس شورای ملی مورد حمله قرار میگیره، از این 140 انجمنی که فقط در تهران وجود داشتن، هیچ انجمنی به استثنای انجمن آذربایجان پا به میدان نذاشت در دفاع از مشروطیت. و اون اعضای انجمن آذربایجان تا لحظه آخر جنگیدن و بسیاری از اونها کشته شدن. برای اینکه نمونه ای بدم از اینکه این عدم درک مفاهیم آزادی چه در میان جامعه و چه در میان حکومتگران چگونه بود، یعنی هیچ درکی از این آزادی نداشتن، اینو میگم که نوشتن که عین الدوله صدر اعظم دوران مظفری یه زمانی یه جمعی از این بچه آخونده و طلبه ها رو که سر و صدایی کرده بودن و باعث ناامنی شده بودن، اینا رو دستگیر کرد، شلاق زد، سوار گاری کرد، در شهر گردوند و بعد اینا رو تبعید کرد به اردبیل. آقای اسد عبدالله بهبهانی که پس از پیروزی انقلاب مشروطه خودش در واقع یک شاه شده بود و فرمان صادر میکرد و به نام شاه سیاه معروف بود و یکی از روحانیون بسیار مقتدر زمان خودش بود، تقاضای آزادی طلاب رو کرد. عین دوله در جوابش گفت که با آقا بگویید که آنها رو به دل بخواه آقا نگرفته بودم که به دلخواه آقا آزاد کنم. بعدش هم به یک مقدار از این تجار و بازرگانان که اونها هم نمیدونم سر و صدا میکردند و نمیذاشن کار دولت پیش بره، گفته بود که این لوتی بازی ها چیست که شما میکنید، تمامشان را میدهم دهنه توپ بگذارند. این نخست وزیر دوران پسا مشروطه است و درکش از آزادی فردی این هستش که اگر بازرگانان اعتراض کنن، این حق رو داره که اینها رو دهنه توپ بذاره. ببینید که بس این حکمرانان نمیدونستن که جامعه چیست. یه نمونه دیگه بدم، این آقای امیر بهادر جنگ که از یاران مظفرالدین شاه و از همراهان محمد علی شاه بود، یه روز به گروهی از مشروط خواه گفته بود که آقا شما چی میخواین؟ اونا گفتن که آقا ما مجلس ملی و عدالت خانه میخواین. گفت که مجلس میخواین که چی بشه؟ اونا گفتن که برای اینکه شاه سلطنت بکنه و مسئول نباشه و این مجلس به دولت مبعوث رعیت باشند که مسئولیت به عهده میگیرن. امیر بهادر گفته که نه، این که دیگه نمیشه، تا حالا 30 کرور رعیت بودند و 1 نفر شاه که ما از او اطاعت میکردیم. حالا شما میگویید که 1 نفر رعیت باشد و 30 کرور شاه، ما که از عهده بر نمیاییم. یعنی تلقی این آقای امیر بهادر جنگ این بود که مجلس ملی یعنی همه مردم شاه بشن، آقای شاه رعیت بشه. یعنی دریافتاش اینجوری بود. بعد آقای دلدار، یکی از عمده ترین عوامل شکست انقلاب مشروطیت ناامنی در کشور و تشکیل حکومت های ملوک و طوایفی در گوشه و کنار ایران بود و یکی از دلایل پشتیبانی روشنفکران ایران از رضاخان سردار سپه پیش از آنکه شاه بشه، از جمله میرزاده عشقی و فرخی و ایرج میرزا و بسیاری دیگر از روشن فکران مملکت از رضاخان سردار سپه، برقراری امنیت در کشور و خلعیت از همین حکومت های ملوک و طوایفی بود. برای اینکه نگاهی بندازیم ببینیم که چگونه این امنیت برقرار شد، اجازه بدید من خیلی مختصر بگم. قبل از اینکه رضا شاه بر تخت سلطنت بشینه، زمانی که سردار سپه بود، ببینید که ما مملکت ما چه وضعی داشت. میرزا کوچک خان در گیلان
با کمک روسیه جمهوری شورای رو راه انداخته بود، برای خودش دم و دستگاهی داشت. در مازندران امیر معید سوادکوهی یک دم و دستگاه پادشاهی داشت. شمال خراسان و بخش شرقی مازندران در دست طوایف ترکمن بود. در بجنورد و شمال غربی خراسان ایل شادلو و سردار معزز بجنوردی فرمان روایی مطلق داشتند و کاری به دولت مرکزی نداشتند. آذربایجان و نواحی هممرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکویی بود که داستانش معروف است که این چقدر در انقلاب مشروطیت آدم کشت. کردستان و بخش بزرگی از ارومیه در دست آقای اسماعیل آقای سیمتقوی معروف بود که برای خودش پرچم درست کرده بود و اونجا شیعیان رو میکشت و اعتنایی هم به دولت مرکزی نداشت. همدان در دست اشایر کرد و بخش‌هایی از آذربایجان قلمروی یکتازی ایل شاهسوان بود. در بلوچستان بلوچ‌ها علم استقلال برافراشته بودند و دوست محمد خان رهبر بلوچ‌ها سکه حتی به نام خودش زده بود. ایرانی ها برای رفتن به خوزستان باید ویزا می گرفتن. شیخ خزعل در اونجا برای خودش یک پادشاه مستقلی بود و به دولت مرکزی نه اعتنایی می کرد نه مالیات می داد. شمال کشور در دست روس ها و جنوب در دست انگلیسی ها بود. تراخوم و آبلو و بالاریا و سفلیس و کچلی و حسبه و وبا و طاعون و مشمشه هم مدام در حال کشتن مردم بود. 98% مردم بی سواد بودند و راه امنیت وجود نداشت، راهی وجود نداشت تا امنیت وجود داشته و مردم برای رفتن به مشهد باید از طریق روسیه سفر می‌کردند و برای رفتن به خوزستان باید به عراق می‌رفتند. حالا خرافات و جهالت و تعصب و کور و بی‌هویتی و حکمروایی ملاها رو هم که به هر حال بیداد میکرد و ملایان با حربه تکفیر خانمانها به باد میدادند. در چنین شرایطی بود که